هیچ وقت سطلی اشغال یا سطل کثافات دیگران نباشین. سطل اشغال بودن یا سطل کثافات دیگران بودن شاید به نظر یک کم خنده‌دار برسه، ولی ما میخواییم را شروع کنیم با یک مثالی از خود که ما چطور میتونیم با شیوه های بسیار جذابی که ما فکر میکنیم بسیار یک کار خوب میکنیم، ولی در حقیقت دو کار خوب نیست که نه برای از ما خوبه، نه برای جایگاه از ما و نه برای انسان دیگه، و ما تبدیل میشیم به سطل اشغال دیگرا که دیگرا بیاره و چیزای به درد نخور خود دما اندازه. مثل که اگر سطل کثافات یا سطل اشغال جایی که یک چیز رو میخوری پوستش میندازی، یک کاغذ اضافه رو داخلش میندازی، یک چیز داره که نیاز نداره پیش روی دیگر رو یاد بیرون باشه. و ما انسان ها از نظری رفتاری و مایندسیتی و سایکولوژیکی میتونیم گاهی وقتا خودی ما ناآگاهانه خودم رقم سطل اشغالی یا سطل کثافات فکری دیگر را قرار بدیم. ما یک مثال از خود میزنم، باز بیشتر در این بار اگر میزنم، تقریبا یک زمان های من همی از ده با والا بودم و از 15 و 16 با پایینم، چون چیزا به دقیقا یادیم نیست سالش، همون چیزا بود. یکی از بچه های همسایم که بودم همسینی از من بود، ما از او یک روز رفتیم بازار. او وقت ما بسیار در چیز علاقه داشتیم که مردم که سیگریت میزد، بوی سیگریت از دور که دمی حس میکردم بسیار هم تو خوش داشت، طوال خوش دارم، ولی خود سیگریت در نزدیک باشه در خانه باشه خوش ندارم، بویش از دور که بشنیم حس کنیم بویش خوش دارم، او زمانم خوش داشتم. حد از او رفتیم مردم ما یک سیگریت شریکی خریدیم، سیگریت آوردن تقسیم کردیم دیگه، بالاخره تقسیمی از ما در جیبیم قد یک دانه که بریت هم در جیبیم. باز یک رقم روز خزانی بود و یعنی چی شده بود، باران زده بود و دیگه درخت ها برمر نداشت و باز باران توقف شده بود، هوا صاف بود و بسیار مطور یک هوای قشنگ بود. ما از خانه دور رفتم یک جای بود و درخت ها بود، درخت ها خود دیگه چی نداشت، برگ نداشت، جنگل نبود، و اونجا سنگ سر سنگ بالاش بود موجی سیگریت میزدیم که در او زمان خاله من پیش روی خانه پدرکلان موجی بود. این مره او وقت متوجه شده بود، بازی از دور از خانه در زدم این طور آمد طرف من، قدر ترسیدم که در جا در جا فریز کردم که نتانستم جای دیگه برم. آمد مره چی کار میکنی دیگه، من یک چیز بری گفتن نداشتم، تلاشی که سیگریت که بری تا من چیزها را جیبیم گرفت، یکم این تو قفاق کش کردن دمی رویم زد که دیگم بیشم یک طرف سرم هم تو تا نیم ساعت دیگر هم تلویو میزد. باز گفت من میرم مالی رو بخانم پیش مادر تو اینا میگم که تو سیگریت میزنی خوب کار میکن. رفت خانم گفته بود خانه ما که سیگریت میکشه ما ایره دیدی می نرقم. دیگه ما بسیار وحشت کردیم، چون که در خانه از ما شکر خدا من خانه یک مثلا نمیه دو سیگریت و همین مواد های اضافه همین چیزایی که مردم زیاد علاقه دارن نصبار و اینا، بسیار یک چیزی تو وحشتناک است که اگر مثلا بر بچه هایی بیدن یا بر رقم. باز در خانه هم مرد دیگه بسیار تهدید کردن و سیگریت میزنه و فلان هستی و میگه ای یک طرف از داستان، و یک طرف دیگه از ما یک قوم دیگه ای داشتیم که خیلی تو نزدیک بودن، پیش روی از نفرم سیگریت زدم و ای هیچ وقت تو رو مثلا نمیگفت خانه در مادر و پدر و اینا، ولی از اون سال که تابال میگذره در اون زمان ما فکر میکرد که او هم آدم خوبیه و او هم فکر میکرد که برای از من کار خوب میکنه، از اون وقت تابال سالها میگذره، ولی این خالمه که من وقتی یک قفاق همون تو کشکده زد که می رویم تا نیم ساله بیم میتونیم بغلی گوشیم، من اینا رو فکر میکنم این جایگاه از این خالی خوده یا او رفتارش رو بسیار بالای جایگاه درست میبینیم، از اون نظر ما بسیار هم یعنی دوست دارم از کار و یا تردید و فکرش. اون لحظه برای من کمی بد و ناجالی بود، ولی در آخر نتیجهشی یا از هر نظر او بسیار خوب بود، و اون نفری که اون رقم خدم خوب بود و اصلا اون رقمی خوب نمیبینیم، یعنی فکر میکنم که اون رقم کارا آموش رقم شرایط ها میتونه آدم خیلی جای بدی ببره، یک چیزی ناجالی برای آدم اتفاق رخ بده، و خیلی از بر بچه های و کسای دخترهایی که در سن خورد مثلا رقم میشن نیم یک عادت این نیم رقم داره، کسی داره اون مشکلات ها برش میفته برای خانوادهش نمیگه یا خودش پنهان میکنه نمیگه، و این باعث میشه از آران جنجال از آران گپا بیاره. و شما اگر میخوای شخصیت خود بسازیم، اول یک انسانی باشین که این چیزی پنهان و تاشه ای برای خود نداشته باشین، نه اینکه هیچ چیزی از خود شخصیت نداشته باشین، نه اون چیزایی که مثلا مربوطی
خصوصیات یا چیزای خصوصی یا شخصی آدم میشه، اونا یک چیزایی که هر انسانی داره، چیزای خصوصی و شخصی. ولی بغیر از اگر یک کاری هسته، یک رفتاری هسته، یک عملی هسته، یک چیزی درباره ای هسته تا شب و خصوصی و نمیگی در خانه و در دیگران نمیگی، این میتونه بسیار باعث گمراهی شه و هم به این معنی که شخصیت بسیار ضعیفی داری. و بگذاریم بره در اون طرف قضیه که سطل اشغال که او آدم میشه یا خودی اگر سطل اشغال بشی، به این معنی که اگر یک کسر داری مثلا از خانواده توی نزدیکان رفقای یک کسی دیگه، همیشه گپای خصوصی از او او گپای خصوصی خود به تو میگه، به هیچ کس نمیگه و تو هم میگه که نه ما به کسی نمیگم، به این معنی که تو دقیقا تبدیل شدی به سطل اشغال از نفر. این نیه که من تو رو از نظر سربینشی و این مسائل ها بگم، یک چیزی که خود ما یا هر کسی دیگه هم در وجود خود داره ولی ناگاهانه هستیم. اگر میخوای که یک شخصیت صاف و قوی و قدرتمند داشته باشی، ای است که اون مسائل ها را از خود دور کن. اون میتونه بسیار باعث ضعف شخصیتی، ضعف ارتباطی، ضعف هر گونه چیزی دیگه یادم شد، اون باعث میشه که آدم کم جرأت رفتار کنه. وقتی از اون چیزای مخفی و دیگه در دل خود داری، پیش یک کس در جایی قرار باشه جنجال باشه، یک کس جواب میشه صاف گفته نمیتونی، یک کس یک چیزی بدی می نمیگه که والا این رقم دیگه رقم، چون تو از اون ترس داری، از اون چیزایی داری که اگر دیگه رو خبر شه بری بد میشه. ولی اگر تو میخوای که خودی دام اگر انسان حالی باشی، چیزای مخفی بر خود نداشته باشی، یک با یک سطل اشغال دیگران نشوی، یعنی که دیگه این رقم حالت برای نباشه که کس بیاد کل رمزا و کل چیزای خود به تو بگه و تو میگه ما در دیگه کس نگون، نه از لج اینمی اگر تو اون حالت برای تست این دفعه اگر همون چون چیزی میشه مستقیم برو به امجای بگه، شاید نتیجه از گفت که تو میری میگی جنجال شد و گفت شد و ایسو شد و ایسو شد، ولی او جنجال های و مسائل های یک روزه یک هفته ای حل شده میره. ای که تو سطل اشغال میشی، اون نفر بعد از اینکه بگذر در یک جایی برسه، تو را دوست هم نداره، علاقه هم قدید نداره و فکر میکنه که یک انسان بارزش نی، فکر میکنه یک آدم در رای بد و جنجال و نفهم یک آدم بیارزی شد در راهای پست و مچون چی مودل هستی. پس نگذار که خودت سطلش حال دیگر را باشی و با جای از او هر چیزی که میشه چیزی مخفی نمون، هم برای خودت هم کسی که برید میگه، ولی میگه تو چون ریگه پارا میکنی من مستقیم برای خانواده یا برای فلانه برای میگم دیگه، مگر چیه که من ای رو برید مثلا بیشنم پنهان کنم میگه پا نکنیم، چون پنهان کاری میگه پا بسیار ضعف شخصیتی به بار میارن و بسیار جرأت و اعتماد به نفس از آدم میدن. اگر میخوایی که جرأت و ارتباطات خود بسازی، نه سطل اشغال باش برای کسی دیگر و نه خودت مثلا نور رقم مخفی و کارهای خفه و پوت و گفاد زندگی تو باشه. ای بود از ای که ما باید سطل اشغال دیگر را قرار نگیریم، چرا که ما میخوایم شخصیت قدرتمند خود بسید، مگر فکر میکنیم به اگان خوبی میکنیم، خوبی نیه، هم ضرر به او و هم ضرر به خود تسته که خود در سطح اشغال دیگر را قرار دادیم. اگر ویدیو رو تا آخر تماشا کردیم تشکر میکنم، نظر چیزی داشتیم میتونید در کامل بگذارین. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خداوند میسپارم، موفق باشید.